خوش آمدین هموطنان عزیز، آرزومند هستم همیشه با ما باشین، ما رو تنها نگذارین و حالا هم خوشبختانه البته میماندار هستیم از دنیای ورزش که ما همیشه می داشته باشیم. آقای علی ظفر عاطفی با ما هستن که ایشان مسئول ارتباطات و آگاهی عامه فدراسیون ملی موی تای هستن و همچنان بانو رحیمه رستمی با ما هستن که ایشان عضو تیم ملی موی تای بانوان هستن. بیشتر صحبت ها در مورد ورزش موی تای و دستاورد های سال 1399 می داشته باشیم. سلام، صبح بخیر آقای عاطفی. تشکر مام، سلام، درود دارم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز. امید که صبح خوب را آغاز کرده باشم. ممنون شما. سلام بانو رستمی، خوب هستین؟ جور ساعتمند. تشکر، سلام خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز که ما را از برنامه زیبایتون تماشا میکند. رحیمه رستمی هستم، عضو تیم ملی موی تای افغانستان که مدت 3 سال میشه تمرین میکنم. مسابقات داخلی داشتیم زیاد که آخرین مسابقات ما به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن بود که توانستم مدال طلا رو بگیرم. بسیار خوب، خب در اونجا مطالعاتون همچنان کرد. خب آقای عاطفی، بیشتر صحبت ها در مورد ورزش موی تای و همچنان دستاوردهای سال 1399 مشنیم از شما. فدراسیون ملی موی تای افغانستان در سال 1399 هرچند که ویروس کرونا دامنگیر جهان شد و جامعه ورزشی هم از این ویروس مهلک و خطرناک آسیب دید، ولی با وجود آن هم موی تای افغانستان برنامه خیلی خوب و موثری در بخش های مختلف داشت. در ایام کرونا همانطوری که قبلا هم یادآور شدیم، ما برنامه خیلی خوب را مسابقات، برنامه داوری و مربیگیری را به گونه آنلاین داشتیم و مسابقات های جهانی هم شرکت کردیم که حضور خوب و پر دستاورد موی تای کاران افغانستان از زیر خوبت ها داشت. در کنارش در فصل زمستان که کرونا برداشته شد، قرنطینه هم برداشته شد، کم کم فعالیت ها در تمام عرصه ها شروع شد، ورزش هم فعالیت هایش را در افغانستان اداره ورزش فعالیت هایش را آغاز کرد. موی تای افغانستان هم در 4 ماه زمستان برنامه خیلی خوبی را داشتن. ما رقابت های موی تای را در تمام ولایت ها تحت عنوان های مختلف که بیشتر هم عنوان صلح بود برگزار کردیم و از سوی هم یکی از بزرگترین رقابت های موی تای را در پایتخت برگزار کردیم که ولایت های مختلف در این رقابت ها شرکت کرده بود. مسابقات در 7 وزن مردان و 3 وزن زنان به گونه حرفه‌ای برگزار شده بود که استقبال خیلی خوبی هم از سوی جامعه ورزشی و مردم شده. در کنارش بیشتر تمرکز روی فعالیت های بانوان بود. ما یک برنامه خیلی دراز مدت را در بخش بانوان داشتیم. برنامه اردوی تمریناتی بود که به مدت 3 ماه جریان داشت و در بخش های مختلف رویش کار صورت گرفت که در آخر هم تصمیم به این شد، چون بانوان ما از آمده خیلی خوبی برخوردار شدن که یک مسابقات را و به گونه ویژه میان بهترین های محیط افغانستان که از رقابت های بیرونزی مدال های خیلی خوبی را داشتن در 6 وزن مسابقات را برگزار کردیم که یکی از اون نمونه هایش بانو رحیمه رستمی است که در وزن 45 شرکت کرده بودن و یک مسابقات خیلی خوبی را تانستن اینها از خودشان برنامه بگذارن و در کنارش برنامه های خیلی خوبی دیگری را در بخش مربیان داشتیم که حداقل با وجودی که کرونا بود و فعالیت ها خیلی محدود بود، موی تای افغانستان باز هم تانستن در جهان و همچنان در منطقه فعالیت های قابل قبول را با توجه به شرایط اجرا کردن و برای 1400 برنامه خیلی خوبی را طرح کردن که انشاءالله در این سال تلاش بری میشه که این برنامه به گونه بهتر خوبترش برگزار شد تا بتونیم هم در جهان و هم در منطقه تانسته باشیم فعالیت های خوب و دستاورد های خیلی خوب داشته باشیم. خیلی خوب آقای عاطفی. خب بانو رستمی، شما شاری داشتین که 3 سال میشه برشت موی تای رو آوردین و فعالیت دارین در رشته. کدام رشته دیگه هم دوست دارین یا بجز از موی تای دیگه رشته مورد علاقه تان نیست یا میتونین بعدها انتخاب کنین و در حدود چند مسابقه داشتین؟ گفتین آخرین مسابقه تان در روز زن بود. در این مورد هم میخوایم بیشتر از خودتان بشنویم. مدت 3 سال که میشه من تمرین میکنم، فقط موی تای علاقه من زیادی داشتم و همون تو فقط موی تای تمرین کردم و دارای 12 مسابقه داخلی داشتم که آخرینش هم در روز 8 مارس بود، روز جهانی زن، که مدتی 1 ماه تمرینات گروهی داشتیم که تمرینات ما به صورت خیلی فشرده بود و توانستم یک فایده خیلی عالی دوستانه با حریفیم کنم. بسیار خوب. در وزن چند کیلو؟ در وزن 45 کیلو.
بسیار خوب. خب آقای عاطفی، میخوایم در مورد از این هم بشنویم. شما گفتین در مورد پلان های سال 1400 چی پلان های بیشتر بالاش کار صورت میگیره تا همو انجام بفه؟ چون ما شاید آمده ماه مبارک رمضان همچنان هستیم. در ماه مبارک رمضان تمرینات چیگونه خواهد بود؟ چون بعضی ورزشکارا توافق میتن یا هم حساب میکنم تمرینات خودا، ولی تمرینات میداشته باشه انقدر ثقیل نی به خاطر مسابقات که نخواد باشه مسابقاتم بعد از رمضان. اگه مسابقات هست میخوایم در مورد همش بشنویم. ما فعلا روی برنامه های آموزشی کار قرار هستیم. هفته قبل ما کارگاه آموزشی در بخش مربیگیری و داوری آغاز کرده که در پایان برای اشتراک کنندگان اما مدرک درجه 3 داوری و مربیگیری بر چهره جدید داده میشه که همون شرایطش از درجه 3 باز 2 باز 1 میشه، باز اعزام میشه برای کسب مدرک در برنامه های آموزشی در بیرون از افغانستان به خصوص سوی سازمان جهانی برگزار میشه. این برنامه ما خیلی هم خوب و موثر است. تلاش شده که در این برنامه آموزشی روی اصول اساسی مربیگیری، کمک های اولیه، اصول اساسی تغذیه و روانشناسی ورزشی که خیلی مهم است برای یک مربی زمانی یک ورزشکار چی در اول میخواد در باشگاه بیا ثبت نام بکنه، چی در مسابقات های بیرون مرزی حضور پیدا میکنه، دخل با این مسائل آشنایی کامل داشته باشه، دخل یا آشنایی نسبی پیدا بکنه تا درست یک زمان ورزشکار از نگاه جسمانی شاید قدرت بدنی خیلی خوبی داشته باشه ولی از نگاه روح روانی آمادگی اینو نداشته باشه تا در مسابقات رقابت خوبی داشته باشه که روی موضوع تاکید شده و در کنارش ما قرار بود در همین ماه عمل مسابقات انتخابی تیم ملی بانوان رو برگزار بکنیم که به گفته شما باز رمضان اومد برنامه یک ماه به تاخیر افتاد. ان شاء الله در هفته اولی جوزا این مسابقات برگزار خواهد شد. محیطای کار از ولایت هرات، بامیان، غزنی و کابل در مسابقات اعلام آمده ای کرده و برنامه ریزی هم از همین حالا صورت گرفته که دقل بتانیم یک برنامه خیلی خوب و قابل قبول را برگزار بکنیم تا در نهایت بهترین چهره های ما در بخش بانوان حضورت تیم ملی را کسب بکنه تا در رویدادهای بیرون مرزی در سال 2021 هست گزینش شه و برنامه های آمادگی سازیشان جریان پیدا بکنه تا بتانیم در مثل سالهای گذشته بانوان باز هم در رقابت های بیرون مرزی شرکت بکنه و دستاورد داشته باشه. در کنارش هرچندی که کرونا در افغانستان حرف و حدیثش نیست ولی در جهان هنوز هم امو شرایطش و بعضی موارد قرنطین وجود دارد. هرچندی که سازمان جهانی اعلام کرده که قرار است در ماه اگست ورلد کپ برگزار شود در ابوظبی به این ترتیب در سپتامبر مسابقات قهرمانی جهان، ولی باز هم ایمیل که اخیرا کرده که در ماه اپریل، اخیر ماه اپریل نتیجه نهایی اعلان میشه. در صورت اگر این رقابت ها یا این دو رویداد بزرگ جهانی برگزار شود تیم محیط افغانستان آمادگی خواهد داشت تا در این رقابت ها هم شرکت بکنه و در کنارش بتانیم حداقل برنامه خیلی خوب و موثر در بخش محیط ها، چه در بخش مردان، چه در بخش زنان، چه در بخش جوانان داشته باشیم تا حداقل ورزش محیط های در افغانستان بیشتر نهادی نشود. خیلی خوب، ممنون از شما آقای فیزیک تشریف آوردین و همچنان بانو رستمی همیشه موفق باشه. ممنونتان. حالا هم وضعیت آب و هوا را با هم یک جا تماشا میکنیم، دوباره برمیگردیم، ما را همراه باشین و تنها نگذارید.